هشدار FBI فعالیت رژیم های استبدادی خارجی در خاک آمریکا. FBI هشدار داد که حکومت های چین و ایران بر تلاش های خود برای ساکت کردن مخالفان در خاک آمریکا و تحصیل بر سیاست های ایالات متحده افزودند. مقامات حوزه ضد جاسوسی FBI در یک نشست خبری از قربانیان خواستند که جلو بیایند و اعلام کردند که این حوزه روند روبه حضور رژیم های استبدادی خارجی رو که قوانین ایالات متحده رو برای ارعاب برخی جوامع زیر پا میذاره دنبال می‌کنند. مقامات گفتند که دولت ها در مواقعی از بازرسان خصوصی برای نظارت بر مخالفان استفاده می کنن و چندین پرونده مجرمانه از سوی دادستان های فدرال در رابطه با این موضوع مطرح شده. یکی از مقامات ضد جاسوسی FBI گفت بسیاری از اینها تاکتیک ها و خطوط جدیدی هستند که در تحقیقات قبلی شاهد انجام اونها از سوی چین و ایران در خاک آمریکا نبودیم. اون افسود که FBI امیدواره که آگاهی رو درباره چنین روندهایی افزایش بده و به بخش بازپرس خصوصی و مجریان قانون ایالتی و محلی هشدار بده. مقامات میگن که اهداف طرحهای سرکوب فراملی چند بشهیه و در مواقعی نیز هدف اون تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات سیاسته ایالات متحده از طریق تاکتیک های نفوذ بعدی. یکی دیگر از مقامات ضد جاسوسی اف گفته ما واقعا شاهد یک نقطه عطف در تاکتیک ها و ابزارها و سطح خطر و سطح تهدید بودیم که در چند سال گذشته تغییر کرده. به گزارش یورونیوز این نشست خبری در شرایطی برگزار شد که دو روز پیش ماموران فدرال دو تن از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی چینی در محله چینی های منحتن بازداشت کردند. یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا میگه که دهها ایستگاه خدمات پلیس چین در شهرهای بزرگ سراسر سر جهان از جمله نیویورک و لس آنجلس وجود داره. خود سردار بلند مرتبه سفای پست اعلام کرد که زن و دخترانش بی و هجاب بر سر نمی کنند. این سردار بلند مرتبه سپاه جلوی خود مردم درجه هاش رو کند و زیر پا له کرد و گفت من نمی کاری رو که خود خانوادم انجام نمیدن از دیگران بخوام. این کودتای فرمانده سپاه بود که به گوش بقیه فرمانده هام رسید. یکی یکی باید درجه هاشون رو بکنن و بندازن زیر پاشون چون اگر از یک نگاه به خانواده خودشون بکنن میبینن که خانواده خودشون هم همرنگ مردمن و هیچ فرقی با زنا و دخترای توی خیابون نمیکنن. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفرش به اسرائیل به حیفا رفت و در دانشگاه حیفا سخنرانی کرد. اون در سخنانش در دانشگاه در شمال اسرائیل گفت که فلسفهش نه نگاه به گذشته بلکه همواره نگاه به آینده است با این استثنا که برای فراموش نکردن به گذشته بازگردیم او افزود امروز میدونیم که اقدام نکردن به موقع چه پیامدهایی داره شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه حیفا ضمن تاکید بر اینکه اکنون زمان تغییر فرارسیده گفت فراتر از منافع مشترک واضحی که ایران و اسرائیل به عنوان متحدان و شرک های طبیعی دارند بقیه جهان باید عاقبت تصمیم خود رو بگیرند و بگن که میخوان در کدوم سمت تاریخ بیستن با ما هستن یا میخوان ساکت بمونن گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل که از شروع این سفر شاهزاده رضا پهلوی رو همراهی کرده با انتشار عکسی از خود در کنار شاهزاده رضا پهلوی و همسرش بانو یاسمین پهلوی نوشت از خوش از حیفا گاملیل در گفتگو با کانال 14 تلویزیون اسرائیل گفت مردم اسرائیل و ایران می توانند با هم رشد کنند. سفر ولیعهد ایران در این هفته سرآغاز مسیر همدلی و ساختن پلهای میان دو ملت است. او پیشتر در توییت دیگری با انتشار عکسی دیگر از شاهزاده رضا پهلوی ضمن ستایش از ایجاد صلح میان ملت ها نوشت بازگشت تاج به شکوه سابق. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این سفر در اورشلیم با وزیر امور راهبردی اسرائیل و مشاور امنیت ملی نخست وزیر و رئیس ستاد امنیت ملی اسرائیل هم ملاقات کرد. هانگبی درباره این دیدار نوشت امشب در دفتر نخست وزیری در اورشلیم همراه با همکارانم گیلا گاملیل و روندرمر میزبان ولیحت ایران شاهزاده رضا پهلوی بودیم. او افسود پهلوی رهبری شجاع است که متحد است آزادی را که رژیم بیرحم و خائن از مردم ایران گرفته به اونها باز میگرداند. گاملیل نیز درباره این دیدار نوشت همزمان با فعالیت های امنیتی حکومت ایران علیه مرزهای ما ما میان ملت ها پل میزنیم. اونها ساعت قبل در کنار دیوار به یاد خیزش و سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در شهر نتانیا همراه با وزیر اطلاعات و مریم فایربرگر شهردار نتانیا حضور یافتند و یک صدا شعار زن زندگی آزادی رو به زبون آوردند. شاهزاده رضا پهلوی از تأسیسات تصفیه آب اسرائیل بازدید کرد. اسرائیل به دلیل فناوری پیشرفته در تأمین و توزیع آب شهری و کشاورزی در جهان شناخته شده است و کارشناسان ایرانی همواره بر بهرهگیری از دستاوردهای اسرائیل در این زمینه تأکید کردند. گاملیل گفت از تأسیسات آبشیرین کنی سوریک بازدید کردیم همزمان با ممانعت رژیم آخوندها از دسترسی مردم ایران به زیر ساختهای آب سالم شاهزاده رضا پهلوی برای آشنایی با فناوریهای پیشرفته اسرائیل برای تصویه آب از تأسیسات بازدید کرد شاهزاده رضا پهلوی و همسرش وارد اسرائیل شدند در هفته آوریل و شرکت در مراسم سالانه یادبود قربانیان هولوکاست بازدید از موزه یروش و دیوار نودبه دیدار با بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرتزویگ نخست وزیر و رئیس جمهور اسرائیل و شرکت در نشست های خبری و گفتگو با اسرائیلی های ایرانی تبار بخش از این سفر بودند. اون در این گفتگو با رسانه ها گفت آنچه در من میبینید فقط من نیستم بلکه صدای میلیون ها ایرانی بی صدایی است که در اسارت و سرکوب به سر میبرند شاهزاده رضا پهلوی درباره دیدار با نخست وزیر اسرائیل نوشت یا سمین و من از دیدار با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و همسرشون بسیار خرسند شدیم ما در این دیدار از حمایت مستمر اسرائیل از آرمانهای دموکراتیک مردم ایران قدردانی و تاکید کردیم که ایرانیان به عنوان فرزندان کوروش بزرگ به دنبال حکومتی هستند که به میراث کوروش احترام بگذاره. شاهزاده رضا پهلوی گفته بود در حالی که جمهوری اسلامی در ایران در ها، رودخانه ها و تالاب ها رو به بیابون تبدیل میکنه در اسرائیل دولت و صنعت کویر رو به آب تبدیل می کنند. امروز من از کارخونه آبشیرینکن سورک بازدید کردم تا فناوری چشمگیر آب اسرائیل را از نزدیک ببینم و از نزدیک با متخصصان و دانشمندان صحبت کنم شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه حیفا میگوید زمان تغییر فرا رسیده امروز میدانیم که اقدام نکردن به موقع چه پیامدهایی دارد و نباید که به انتظار آن پیامدها بشینیم باید دست در دست هم دهیم و علیه جمهوری اسلامی بپاخیزیم